همراه میشیم با شفیق حمدان، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان از واشنگتن، و شایق سنجانی، فرمانده پیشین پلیس بگرام افغانستان از ترکیه. ممنونم از حضورتان در برنامه. آقای حمدان، به نظر شما چرا نظامیان سابق افغان به داعش میپیوندند؟ درود و سلام. البته با تاسف عوامل متعدد داره، اما در رأس یا عامل دو عامل اصلی عبارت از موضوعات اقتصادی یا هم نبود امکانات کافی برای معیشتشان، و دوم همی که فشارهای سیاسی و حتی تهدیدهای جدی به حیات این افراد، به این مفهوم که در قدم نخست تمام افرادی که در افغانستان رها شدن و گذاشته شدن به حالشان، اینا کدام امکانات مادی به خاطر استمرار زندگیشان، به خاطر نفقه اولادشان ندارن. موضوع دومی که ما شما شاهدی هستیم که ادهی کثیری از نیروهای ویژه افغانستان، نیروهای امنیتی ملی افغانستان و دیگر نیروهای امنیتی افغانستان مورد تهدیدات جدی گروه طالبان، اونا دستگیر میشن، در بعض موارد حتی ما شما دیدیم که اونا به قتل رسیدن، از بین رفتن و شکنجه میشن، و در ضمن حتی حداقل موضوع حق حرمت هم است که در بسیاری موارد اونا به احترام میشن میشه. از این رو این نیروها یک اتحاد نه فکری بلکه یک اتحاد مادی و همچنان به اصطلاح هم دشمن دوست آدم می باشه. از این رو اینا با داعش میپندن که در مقابل طالبان ایستادگی کنن. اما فراموش نکنیم که این کار بی نهایت خطرناک است، نه تنها به خاطر امنیت افغانستان، به خاطر نظام طالبان، بلکه به خاطر امنیت منطقه و جهان میتونه که یک تهدید بی نهایت جدی شمرده شود. سپاس از شما آقای حمدان. برمیگردیم به شما آقای سنجانی. حضور نظامیان پیشین دولت افغانستان در صفوف طالبان چقدر میتونه، ببخشید، در صفوف داعش چقدر میتونه بر طالبان دردسر ساز باشه؟ سلام خدمت شما و همه هموطنانی که ما را از صفحه تلویزیون شما می‌بینند. خدمت شما عرض کنم ای اگر گزارش تهیه شده، به کدام ثبوت تهیه کرده وال استریت ژورنال؟ کسایی که به صفوف داعش از نظامیان سابق می‌پیوندند، اون در کسایی است که قبلا با داعش همکاری داشتند، ولی فعلا نظامیان افغانستان به هیچ وجه دوباره به یک گروه نیابتی دیگه نمی‌پیوندند که وطن به این بحران دوباره ای. گزارشی را که وال استریت ژورنال داده، این باعث از این میشه دشمنی در بین مردم افغانستان بیشتر شود و نظامی های سابق مورد هدف قرار بدن در بانه های مختلف. من فرمانده پیشین یک ولسوالی هستم. من به هیچ وجه خوشحال نیستم از این به بعد جنگ باشه در وطنم، از این به بعد کسی کشته شود به نام این، به نام آن. تا بود به نام طالب ما را به دبین هم انداختن، به نام اردو، به نام پلیس، حالا به نام داعش. این گروهی است که گروه های نیابتی است، درست است، ما قبول داریم، ولی اونقدر هم که وال استریت ژورنال دیگه پاره بزرگ میکنه به او اندازه بزرگ نیست که نظامی های افغان بنا از ترس جان خود، بنا از به بهانه امرار معیشت با داعش یکی شوند. داعش نه برای کسی حقوق میده، نه معاش میده، نه امرار معیشت نکنه. دیگه پاره ما کاملا رد نکنم، و کسایی هم که به داعش پیوسته از قبل با داعش اینا همکار بودن، یعنی اجنت داعش بودن، در بین دولت کار میکردن و فعلا به صفوف داعش رفتن. به هیچ وجه ما یک نظامی هستم دیگه، نمیخوایم که در افغانستان جنگ باشه و ما در بین داعش برم یا کسی دیگه در بین داعش برم. من کارای ما میشناسم، تمامش وطن ترک کردن. پس شما رد میکنین که طالبان چند وقت پیش گفتن که بعضی از نیروهای امنیتی پیشین که با داعش پیوسته بودن اونا رو به قتل رساندن؟ یعنی شما رد میکنید که هیچ اصلا به خاطر عقده‌گشاییشان با بعضی از افرادی که عقده‌گشایی دارن کوشش میکنن، بعضی کسایی که در سابق مستقیم با طالب درگیری بود در مناطق مختلف افغانستان، اونا رو به نام اینان از بین ببرن، ولی این کارشان باید بفهمند که تنها مشکلات برای خودشان نه، برای خود به تمام کشور افغانستان ایجاد میکنن. بنابراین از همچو مواردی که باعث خشونت در بین افغان‌ها شود دیگه اینا باید جلوگیری بکنن. به نام اینان داعش ثبوت باید داشته باشن. داعش قدری که مثلا دنیا فکر میکنه بزرگترش میکنه در افغانستان فعلا بزرگ نیست، ولی این همین نقطه ای است که یا تهدیدگذاری میکنن مردم، اگر رفتنی هم نیست وادار میسازن مردم که به نام داعش شما کشته میشین، شما به سکوت داعش خاجل بپیوندید. این گپای است که افغان‌ها را در بین خود مندازه و دشمنی‌های
مردم افغانستان در بینش به نام طالب و به نام دولت و به نام نظامی پیشین آقای بیشتر سنجنی برمیگردیم به شما. آقای همدم، طالبان برخلاف گذشته که همیشه در موقعیت حمله و تعرض قرار داشتن، حالا در موقعیت دفاعی قرار دارن. این تغییر جایگاه چقدر موقعیت طالبان را در مقابل داعش آسیب پذیر ساخته؟ ببینین، البته طالبا از نقطه نظر ظرفیت های نظامی، استخباراتی و حتی از نقطه نظر مشروعیت در مقابل داعش ضعیفتر از نظام قبلی است. به این مفهوم که با وجودی که تفاوت بزرگ میان طالبا و داعش وجود داره، به این مفهوم که طالبا میخواهند که فقط در افغانستان امارت داشته باشند، اما داعش ادعای خلافت سرتاسری جهانی یا هم منطقوی داره و در گذشته هم حکومت افغانستان توسط داعش تهدید میشد. مردم افغانستان بالخصوص یک قشر مشخص از اهل تشیع افغانستان بارها مورد حملات داعش قرار گرفته و اکنون که طالبان در موقف دفاعی قرار دارن، نظر به نظام قبلی اینا امکانات کمتر استخباراتی، لوجستیکی و حتی نظامی دارن. از این رو فکر میکنم که اگر داعش تانست که حکومت قبلی را با تمام حامیان بین‌المللیش به چالش بکشانه، به چالش کشیدن حکومت کنونی طالبان یا تحریک طالبان به داعش کار ساده تره. و فراموش نکنیم که انشقاق در بین خود طالبا، تقسیم بندی طالبا به اقشار مختلف، به گروه ها و دسته های مختلف، باعث ای هم شده که یک عده از سران طالبان و جنگجویان طالبان هم به داعش بپیوندن. کسانی که اونا خود شامل حکومت، شامل نظام کنونی نمی بینن و به اصطلاح اونا قربانی دادن، مدعی هستن که باید امتیازات بگیرن، از امتیازات محروم شدن. یک عده کثیر از ناراضیان طالبان هم آسیب پذیر است و هم یک عدهشان قبلا به داعش پیوستن. از این رو نقاط ضعف طالب بیشتر است، هم از لحاظ نفوذی نیروها و هم از تشکر از شما آقای عمدن. ممنون از شما. آقای سنجنی، طالبان میگن که داعش تهدید جدی و بالقوه نیست. آیا واقعیت هم همین طور است؟ ببینید، اگر طالب ایده ای که دارد تغییر نسه، تهدید بزرگ برای افغانستان نیست بلکه برای دنیا است. را فعلا ریشه داعش تنها در افغانستان در حال بزرگ شدن است. اگر طالبا با این فکری که در ذهنشان است و کارهایی را که انجام میتن، اگر تغییر نشد بنابر عصر نوین امروز و رفتار مردم و خواسته های مردم احترام گذاشته نشد از طرف طالبا، طبعا که تهدید بزرگی است و ما این را دایندهای نزدیک بزرگتر هم میبینم. اگر طالبا رفتارهایشان در مقابل مردم تغییر بدن، بله، و از عقده‌گشایی‌هایشان بیرون شوند، برای مردم، برای اقلیت‌ها، برای خانم‌ها، برای همه اقوام اقشار مختلف افغانستان احترام قائل شوند، از اون ایده جنگی که دو ماه سه ماه قبل داشتن بیرون شوند. فعلا اگر اینا واقعا میخواین یک حکومت درست بکنن، نیاز به یک امانتی و اجماع ملی داره. سپاس از شما آقای سنجر. آقای عمدم، گفتم میشه که نظامیان سابق و تعداد زیاد از گروه طالبان هم به خاطر حقوق بالا به داعش میپیوندند. به نظر شما منابع مالی داعش چی است و از کجا تامین میشه؟ ما قبلا گفتم داعش یک پدیده منطقوی و حتی یک پدیده جهانی است و فراتر از طالباست. یک نیروی خودرو در افغانستان نیست. منابع اینا در کشورهای عربی که اصلا اینا در وجود تأسیس شدن، کشورهای بسیار غنی هستند و عربهای تندروی که در تمام جغرافیای عرب زندگی میکنن، پولهای بسیار گزاف دارن که اونا میتونن که توسط اعانه ها، توسط امکانات البته مالی به اینا کمک کنن. در ضمن فراموش نکنیم که داعش یک شبکی گسترده در منطقه هم است به نام داعش خراسان، که اینا در اختطاف مردم، در البته قاچاق مواد مخدر و با گروه ها و مافیه های بین المللی هم رابطه بسیار نزدیک دارن که از این رو اینا میتونن که از این موارد استمرار کنن. و فراموش باید نکرد که در گذشته هم داعش از منابع استخراجی افغانستان، بالخصوص در شرق افغانستان، در ننگرهار، جایی که اینا
به اصطلاح مقر سازماندهیشان است، اکثریت منابع استخراجی رو به دست دارن، منابعی که با سالانه به هزاران میلیون دلار میتونه افغانستان پول بیاره، اما با پول بسیار ناچیز میتونن که اونا اون منابع رو به فروش برسانن. بسیار تشکر از شما آقای شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو، و آقای سنجنی، فرمانده پیشین پلیس بگرام از در افغانستان از ترکیه.